سلام، امروز میریم سراغ لینکدین برای یافتن لید و سیگنال. در ابتدا شما باید یک جیمیل داشته باشید و وقتی وارد سایت لینکدین میشید نیاز به فیلتر شکن نداره و دو حالت داره، یا جیمیل شما سینک هست روی صفحه شرومتون یا سینک نیست. اگر سینک بود میتونید از کانتینیو ویز گوگل استفاده کنید و اگر نبود میتونید با نیو لینکدین جوین ناوس وارد بشید. وقتی وارد میشید باید جیمیل خودتون رو وارد کنید، یک رمز 6 رقمی رو بزنید و جوین شید. اسمتون رو میخواد، سپس وارد صفحه بعدی میشید که میخواد شما اطلاعاتتون رو بزنید. شما میتونید توی این اطلاعات شماره تماستون یا چیزای دیگه که میخواد وارد کنید. کدی رو برای شما ارسال میکنه. در قسمت بعدی شما باید کشور و شهرتون رو وارد کنید. وارد مرحله بعدی که میشید میگه شغلتون چی هست. میتونید تریدر، هولسلر، سلر و غیره رو انتخاب کنید. توی اینجا باید بگید مدل شغلتون چجوریه، فول تایم، پارت تایم، بیشتر شما تاجرها سلف ایمپلوید هستید. موتیویت کمپانی که انتخاب میکنید میتونه آراد برندینگ بشه، چون با شرکت آراد برندینگ دارید فعالیت میکنید. و اینجا میبینید بگید که من دانش آموزم یا نیستم و میرید برده مرحله بعدی. در مرحله بعدی یک پیام وریفیکیشن برای جیمیلتون میاد که اون پیام رو هم باید وارد کنید. وارد مرحله بعد میشید یا هم دنبال یک شغل هستید یا نه. توی لینکدین بهتون پیشنهاد نمی‌کنم که دنبال یک شغلی باشید، چون توی زمینه تجارت بهتون کمک نمی‌کنه. پس بگید که من مشتاق به هیچ شغلی نیستم، چون جایگاه اجتماعی شما رو بالا می‌بره. توی مرحله بعد دوباره میگید توی کدوم منطقه ای الان اقامت دارید. دوباره اگر داخل ایران هستید میتونید بزنید ایران، تهران. وارد مرحله بعد که میگیشید میگه یک سری از افرادی که میشناسید رو کانکشید باش. یک سری از تاجران آراد برندینگ رو اولات همه به شما پیشنهاد میکنه که میتونید به اون افراد درخواست کانکشن بزنید. در مرحله بعدی از شما میخواد یک عکس پروفایل برای خودتون بذارید. میتونید حتی اکانت خودتون رو با این QR کد شیر کنید و وارد این میشید که میگه یک سری از کمپانی ها و شرکت هایی که میخواید رو هم میتونید فالو کنید، که میتونید توی همینجا آراد برندینگ رو هم پیدا کنید. اکانت لینکدین شما ساخته شد. در این مرحله شما باید بیاید اولین کاری که میکنید اکانت خودتون رو کاملا شخصی سازی کنید. برای شخص سازی کردن وارد قسمت پروفایل رو پروفایل خودتون میزنید میشید و توی این قسمت اول همه یک کاور برای خودتون انتخاب میکنید. بعد از اون وارد پروفایل سیکشن هاتون میشید. یک سری اطلاعات اینجا باید برای خودتون بذارید. اول اینکه add about، چه چیزی در مورد شما هست. میتونید یک سری اسکیل برای خودتون بذارید، مثل مذاکره کردن مثل فروش، مثل فاینانشیال، مثل
مثل ای کامرس و این عبارت خودتون رو سیف میکنید. تو قسمت بعدی دوباره میتونید وارد ایژوکیشن هاتون بشید. تاریخ تحصیلتون و تاریخ فارغ التحصیلیتون، گریدتون و همجور اسکیل ها و مدیایی که از مدرکتون دارید رو هم میتونید اضافه کنید. همه این اطلاعات رو میتونید پست کنید در انتها و میتونید کنسلش هم بکنید. مرحله بعد از ایژوکیشن میتونید پوزیشنتون رو بذارید، مثلا می‌تونید فیلدهای مختلف رو در مورد شرکت، مدل کارتون، تاریخ شروعش و غیره رو می‌نویسید. توی اینداستری میگید که چه فعالیتی دارید و توی دیسکریپشن هم یک توضیحات مختصری از کارتون می‌نویسید. می‌تونید با هم اسکیل و مدیا رو اضافه کنید. مرحله بعدی کریر بریکس، اسکیلز ها، تو ریکامنت هاتون، فیچراتون، لایسنس ها و اطلاعاتی که دارید، پروژه هایی که انجام دادید و غیره. این قسمت رو تا جایی که اطلاعات دارید پر میکنید. توی مرحله بعدی میگه که آیا دنبال کار هستید، اینو میتونید ببندید. آیا خودتون میخواد کسی رو استخدام کنید، برای الان زود این رو هم میتونید ببندید و اطلاعات دیگه. وقتی میاد پایین اینجا بتونید ساجستای میده که یه سری اسکیل اضافه کنید. میتونید زبان رو اضافه کنید. یک سری اطلاعات دیگه. خب اکانت لینکدین شما حدوداً کامل شده و برای بحث ابتدایی آماده است. وقتی وارد این اکانت شدید، این اطلاعات رو وارد کردید، شما اکانتتون باید به این حالت بشه، یعنی یک اکانت کامل با پروفایل و غیره. اطلاعات کاملتون میاد اینجا، دانشگاهتون، شرکتی که کار میکنید، سجستایی که داره و غیره. مرحله بعدی اینه که چجوری آدم‌های مختلفی رو پیدا کنیم. در ابتدای کار به شما پیشنهاد میکنم که یک سری افرادی رو تا اکانتتون پیشرفت بکنه از همین قسمت نیمای نتورک پیدا کنید و اونها رو اد کنید. وقتی تعدادتون به 50 نفر رسید شما میتونید از سرچ استفاده کنید. این افراد رو شما باید روزانه نهایتاً 1 تا 2 نفر رو اد کنید که اکانتتون بسته نشه و وقتی که خواستید از سرچ استفاده کنید میتونید بیاید توی این قسمت اون محصولتون رو با اون تریدری که میخواید رو انتخاب کنید. وارد این قسمت که شدید میتونید بیاید توی قسمت پیپلش و مردمی که توی این قسمت فعالیت دارن رو پیدا کنید. این افراد رو برای شما میاره و شما میتونید از این قسمت لوکیشنش رو هم اختصاصی کنید. مثلا میخواید روی خور تاجرهای خورما در کشور نیجریه کار کنید، میدن کشور نیجریه، تاجرهای کشور نیجریه که روی خورما کار میکنن رو براتون میاره. شما میتونید به این افراد درخواست کانکت بدید که میتونید یک متنی رو براشون بفرستید و اون رو براشون بفرستید. وقتی درخواست دوستی شما ارسال میشه بسته به قبول کردن طرف مقابله و این پندینگ میخوره. وقتی قبول بکنه توی مای نتورک شما ای ساجست میاد که ایشون قبول کرد. به این هر حالت میتونید افراد مختلفی رو توی کشور مخصوص به محصول خودتون اضافه کنید. توی این قسمت اگه شما بتونید اول کار جامعه هدف مشخص و محصول مشخص رو انتخاب کنید، بعدهایی که 50 نفر 100 نفر آدم رو به این شکل دعوت کردید، خود لینکدین
شما رو تشخیص میده و ساجست های مشابه رو به شما ارائه میده. پس قسمت اول رو تا جایی که بتونید برید از این حالا شروع کنید، بعدش بیاید تو سرچ، چون که اگر اول بیاید و ضعیف باشید هیچ کدوم از اینها رو به شما اجازه دسترسی به این افراد نمیده که با این افراد ارتباط بگیرید و حتی کانکشن بزنید، پیام بدید و غیره. پس در ابتدای کار از طریق ماین نتورک و بعد از طریق سرچ میتونید افراد مختلف رو پیدا کنید و وقتی شما رو قبول کردن به اونها پیام بدید. یه چیزی که توی لینکدین هست اینه که به شما قابلیت فالو کردن هم میده. یک سری افراد رو به شما میگه فالو کنید. اینجا هست. این افرادی که میگه فالو کنید چه افرادی هستن؟ افرادی هستن که توی لینکدین سرشناسن، به راحتی احتمالاً درخواست شما رو قبول نمی‌کنن و به شما پیشنهاد میده که بیاید این افراد رو فالو کنید. اگر پستی، اگر اطلاعاتی گذاشتن، توی صفحه هوم شما اطلاعات اینها میاد، ولی وقتی فالوشون کنید نمیتونید به اونها پیام بدید. یکی حالته. یکی از حالتهای دیگه که میتونید توی لینکدین لید پیدا کنید گروه‌هایی هستش که میتونید توی اون فعالیت کنید. مثلا میدونید گروه‌های ترید، توی این قسمت که میاد گروه ها رو انتخاب میکنید. این گروه هایی هست که به شما پیشنهاد میده. مثلا گروه اول که برید میتونید وارد این جوین بشید داخل این گروه و وقتی وارد گروه جوین میشید افراد مختلفی که تاجر هستن و توی این گروه فعالیت دارن رو میبینید. میتونید حتی به این افراد برید روی پروفایلشون و به اونها درخواست کانکشن بزنید یا فالوشون کنید یا وقتی کانکشن زدید پیام بدید. در ادامه کار میتونید حتی بعضی از این وقتها شماره هاشون، جیمیلشون، اطلاعاتی از خودشون توی این صفحات پایین پست ها میذارن که شما میتونید از این طریق هم بهشون پیام بدید. همینطور از طریق کامنت ها میتونید با این افراد در ارتباط بشید و ارتباطتون رو شروع کنید. مرحله بعدی این هستش که شما چجوری بتونید پست شغلی بذارید. بعد از اینکه ریش رفت کردید شما میتونید توی لینکدین شغل رو پست کنید و افرادی رو برای کار کردن برای شما جذب کنید. این افراد میتونن به عنوان نماینده باشن، میتونن به عنوان ارزمان کارمند باشن و کارهای دیگه. پس میتونید بیاید تو جاب، تو پست جاب و توی این قسمت به شما نشون میده که شما میتونید یه پست رایگان رو پست کنید. البته برای پست جاب گذاشتن شما باید یک اکانت، یک جیمیل شرکتی داشته باشید و وقتی وارد پست جاب که میشید شما میتونید یک تایتل برای شغلتون بذارید، مثلا نمایندگی فروش عمده، برای چه شرکتی، شرکت آراد برندینگ، به چه صورت هستش، هیبریدی از ریموت یا آن سایت ریموت هست، کشور مد نظرتون. دوباره میتونید به نسبت هدفتون کشور رو انتخاب کنید، مدل همکاری چطوره، پول تایم، پارت تایم، کانترکت، اینترنشیپ و غیره، و میتونید خودتون متنش رو بنویسید یا از هوش مصنوعی بخواید که براتون بنویسه. اینجا متنتون رو می نویسید و بعد دکمه نکست رو می زنید. در قسمت بعدی می تونید یک سری سوال هایی رو طراحی کنید که این افراد به این سوال ها جواب بدن. توی این قسمت به شما میگه که می خواهید بخرید لینکدین رو و بتونید نامحدود دسترسی های مختلفی رو داشته باشید یا اینکه می خواهید بدون پروموشن و به صورت رایگان پست بذارید که به صورت رایگان رو انتخاب می کنید و پستتون شیر میشه. وقتی که پست جاب میذارید یک علامت بنفش روی اکانت شما میاد، این قسمت که نشون میده که شما دارید یک افرادی رو جذب میکنید و توی لینکدین مارک دار میشید. الان اگه مشاهده کنید روی پروفایل من یه علامت هایرینگ اومده، نشون میده که من دارم افرادی رو استخدام میکنم. در ادامه برای اینکه بتونید افرادی رو که جذب میکنید به شما علاقه مند بشن و شما رو دنبال کنن و با شما همکاری کنن، شما نیاز هستش که پست های مختلفی رو توی پیجتون داشته باشید و اطلاعاتی رو قرار بدید. توی این زمینه شما میتونید بیاید صفحه هومتون، شیر پست،
و یک مطلبی رو اینجا بنویسید و یک پستی رو بذارید. حالا بسته به محصولتون، میتونه عکس محصولتون باشه، میتونه فیلم فضای کارتون باشه و غیره. و این پست رو قرار میدید. همینطور یک سری پست ها هستن که شما میتونید فیچرشون کنید، یعنی همیشه توی قسمت بالای پیج شما نمایش داده بشن. برای مثال توی این قسمت تمام پست های من هست. اگه بخواید یک پست رو فیچر کنید، نیازی که از این قسمت بزنید و فیچر on top of profile رو انتخاب کنید و میاد توی قسمت فیچر شما. مثلا این رو آوردیم توی قسمت فیچر و میبینید که توی این قسمت نمایش داده میشه. هر چقدر شما بتونید پست‌های بیشتر بذارید، اکانتتون معتبرتر خواهد بود و افراد بیشتر رو پیدا میکنید. همینطور توی قسمت مسیج ها افرادی که بهتون پیام میدن و شما به اونها پیام میدید رو میتونید اینجا مشاهده کنید و به این افراد پیاماتون رو تایپ کنید و ارسال کنید. این قسمت هم یک زبانه داره که میتونید از این قسمت هم افراد رو انتخاب کنید. متنش رو میاد اینجا. و بهشون پیام ارسال کنید. میگم افرادی که کانکشن شما رو قبول کنن، توی قسمت مای کانکشن اینجا میاد یک سری افراد هم شما رو دعوت میکنن به یک سری گروه ها، به یک سری کامیونیتی ها، اینجا میاد و شما میتونید افراد رو قبول کنید. همینطور اگه نوتیفیکیشن هایی بیاد برای شما، مثلا یک نفری شما رو درخواست شما رو قبول میکنه یا تولدشه یا شغلش رو عوض کرده، تو این نوتیفیکیشن ها میاد، یا کسی شما پست میذارید پستتون رو لایک کنه، این هم یک روشه اطلاع پیدا کردن هست که توی قسمت نوتیفیکیشن هاتون میاد. یکی از جایی دیگه که میتونید لید و سیگنال خوبی رو پیدا کنید مثل این، میبینید شماره تماسش هست و همینطور توی قسمت کامنت هاش اگر فرد فعالی باشه، افراد مختلفی توی کامنت هاش فعالیت دارن و شماره گذاشتن و جیمیل گذاشتن. حتی شما از این طریق از طریق کامنت ها هم میتونید این افراد رو باهاشون ارتباط بگیرید و افراد مختلف رو پیدا کنید، یا حتی روی پروفایلشون برید و اون افراد که در زمینه شما فعالیت دارن درخواست بدید.